أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي وأتوب إليه. سلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان يوم الدين اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك حافظ سرك ومبلغ رسالاتك بشير رحمتك ونذير نقمتك سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در نماز جمعه سپاسگزاری می کنم خودم که از همه بیشتر نیازمندم همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را بر رعایت تقوی پروا پیشه کردن سفارش میکنم اگر در زندگی متوجه تقوا باشیم و تقوا را رعایت کنیم و پروا را پاس بداریم یکی از آثارش تشخیص حق از باطل است و یکی از آثارش آن است که از هر خطر و ضرر و آسیب ما را حفظ می کند لذا مأموریم تقوا را حفظ بکنیم و با تقوا خودمان را حفاظت و حراست کنیم امیدوارم که هممان این نصیحت و این وصیت و سفارش را آواز آویز جان و دلمان قرار بدهیم و در لحظه لحظه زندگی از او بهره ببریم در خطبه اول بحث قرآنی و روایی داریم پیرامون یکی از موضوعات مهم اجتماعی مسئله نظافت و پاکی در زندگی و آثار و برکات این وظیفه همگانی در خطبه دوم مسائل اجتماعی را که در کشورمان لازم است با اونها بپردازیم پی میگیریم و مطرح میکنیم مناسبت تاریخی زمان حرکت اهل بیت از کوفه به سمت شام است مقدار پیرامون حضور اهل بیت در کوفه و مخصوصا نقششان در بیدارگری اون زمان و این زمان خواهیم پرداخت و مطالب را
و سمع و به انشالله محضر شما حضار محترم، مهمانان حضرت حق، نمازگزاران نماز انسانساز و جامعه ساز نماز جمعه مطرح خواهیم کرد. اما بحث خطبه اول، همون گونه که دقت و توجه دارید، آموزه های اسلامی در سه بخش و در سه محور و بشر عرضه شده است. یک محور، محور اعتقاد است که عقیده هر انسان را مدیریت کند و اصلاح کند. محور دوم محور اخلاق است تا کردار و رفتار انسانها را برنامه ریزی و مدیریت کند، و مسئله سوم احکام است. ما چگونه با افراد، با اشخاص در تعاملمان برخورد کنیم که نتیجه اینها هم سعادت دنیاست و هم سعادت آخرت. در بخش اول که عقاید است، برنامه اسلام تطهیر فکر است، تطهیر عقیده است از شرک، از آلودگی، از کفر، از الحاد، که محور بحث ما نیست. در محور دوم بیشترین هدف از اخلاق این است که انسان با الگوی الهی، با الگوی نبوی زندگی بکنه، در جامعه به کسی ظلم نکنه، تعدی نکنه، در محیط خانواده، در محیط شهر، قریه، کشور، حتی در محیط کلان دنیا وسیله را و زمینه را فراهم نکنه که به حقوق دیگران تجاوز شود. پس محور دوم که محور اخلاق است، آثار و نتایجش در زندگی اجتماعی خودش نشان می‌دهد. محور سوم که محور احکام است، هدف این است که انسان به شکل ناآشنا و منکر زندگی نکند، به شیوه شناخته شده و جهانی و عقلانی زندگی کند، تا در پرتو یاد گرفتن فقه اسلامی و احکام قرآن یک زندگی منظم و آراسته و دلبر و در واقع با گرایش که دیگرها تحت تأثیر او زندگی قرار بگیره زندگی بکند، و لحظه مردنم با آرامش و در واقع یک فکر آرام که مرگ سراغ هر انسانی می آید، این زندگی را پشت سر بگذارد. محور بحثمان این است که نه تنها عقیده و نه تنها اخلاق، بلکه نظافت و پاکی هم یکی از وظایف مهم ما انسان ها، مخصوصا ما مسلمان ها است. یک دقت نمازگزاران عزیز داشته باشند، خداوند در بحث تقوا می فرماید فاتقوا الله ما استطعتم، یعنی هرچی توان دارین، قدرت دارین، تقوا را رعایت کنین. این در سوره مبارکه تغابن آیه 16، فاتقوا الله ما استطعتم، هر چه قدرت دارین، نیرو دارین، با تقوا باشین. یعنی به درجات پایین تقوا بسنده نکنین. در قبال مسائل بهداشتی، نظافتی و پاکیزگی اجتماعی پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند تنظفوا بكل ما استطعتم، هر چه قدرت و امکانات داری با
و همون اندازه نظافت را رعایت کن. ما معتقدیم پیغمبر از هوا صحبت نمی کنه، یعنی حرف قرآن است، حرف خداست. همون پیغمبری که در قرآن آیه بر او نازل می شود فاتقوا الله ما استطعتم، همون پیامبر می فرماید تنظفوا بكل ما استطعتم. امروز یکی از مشکلات جامعه ما مسائل بهداشت است، مسائل نظافت است، مسائل حفظ الصحه است. خب یکی از جاهایی که به این مسئله باید پرداخته شود نماز جمعه است و نمازهای جمعه. چند فراز در ارتباط با اهمیت نظافت از نظر اسلام، از نظر پیامبر مطرح کنم. گاهی در شهر وقتی را می روم با بعض صحنه ها بر می خورم که متاسفانه در جامعه اسلامی چقدر مسائل نظافت، بهداشت، طهارت که جزو اساسی دین است و از پایه های دین است مورد بیمهری است. در جامعه اسلامی صحنه هایی را انسان میبینه باور کنین به شدت متاثر میشه. من به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک افغانستانی، به عنوان یک کسی که سالها در این کشور زندگی میکنم، به بزرگان، به حکومت، مخصوصاً به دانشمندان، علما، مولوی ها، به اهل منبر، مخصوصاً به اهل رسانه عرض میکنم در قبال این قضیه باید جدی باشیم، دست کم نگیریم. یک آسیب کلانی است در کشور ما مسائل بهداشت و نظافت. اجازه بدین چند جمله به عنوان راه کار از کلی و بزرگنمایی قضیه بگذرم، وارد جزئیات بشیم. یقینا اگر یک اقدامی و یک بیداری به وجود بیایه این قضیه مدیریت می شود. پیامبر فرمودن اسلام دین نظافت است. ان الاسلام نظیف، اسلام خودش پاکیزه است. بعد فرمود که فتنظفو، اسلام پاکیزه است، شما هم خودتون رو پاکیزه کنین. حالا شاید بعضیا بگن خب ما عقیدمون پاکه دیگه، خدا را قبول داریم، پیغمبرم قبول داریم، بهشتم قبول داریم، جهنمم قبول داریم، برزخم قبول داریم، دیگه بس است. پیامبر فرمود خیر، تنظفو، خودتون را پاکیزه کنید. فرمود لا يدخل الجنة الا نظيف، جز انسان پاک، انسان مرتب، انسانی که آلودگی، همین آلودگی های به اصطلاح ظاهری، اینا را اگر رعایت نکنه، پیغمبر فرمود لا يدخل الجنة الا نظيف، و بهش نمی رود مگر انسان نظیف. من مجبورم به معیار و در واقع به اندازه سطحی که همه استفاده کنن جامعه بهره ببرن مطالب را عرضه بکنم. یعنی یکی از وظایف انبیا این بوده، نحن معاشر الانبیا، ما جامعه پیامبران، امرنا، مأموریم، ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم به اندازه فهمشان صحبت کنیم. یعنی اگر اینطوری مطالب را مطرح میکنم به خاطر که شناخت دارم از جامعه، با صحنه ها مواجه میشوم، با مصادیق برخورد میکنم. یکی از مشکلات امروز کشور ما این است که خانه های مفشن ساخته میشه، ثروت زیاد
سرمایه گذاری میشه داخل خانه ها، اما بیرون از خانه هیچ توجهی نمیشه. هم حکومت هم خود مردم. امروز یکی از مشکلات کشور ما فقر است. در گزارشات جدید 25 میلیون انسان در افغانستان نیازمند به مساعدت است، به کمک کردن است. حالا وظیفه جهانی، وظیفه کشورها مساعدت و کمک به هم نوعانشان است. اینه بگذاریم، با این موافقم، اما چرا کار به اینجا رسیده؟ چرا وضعیت به اینجا کشانده شده؟ یکیش جنگ است. خب باید جلو این حرکت خانمان سوز گرفت که الحمدلله مدتی است جنگ در کشور ما فروکش کرده و این یک نعمتی است. اما عوامل دیگری هم داره. پیامبر فرمود لا تو و تراب خلف الباب، پشت در خانه هاتان خاک روبه کثافات را جمع نکنید. فانه ما و شیاطین، اصلا جایگاه شیطان است. این آلودگی، این کثافت، این وضعیت دلخراش که این صحنه را هر انسان ببینه متأثر میشه، فرمود این جایگاه شیطان است. فکر نکنین شیطان همون موجوده که مثلا همه در ذهن داریم. یکی از نمونهاش همین آلودگی است، از اسباب فقر است، از اسباب ذلت یک جامعه است. از مسائل روز کشور و زندگی ماست. باید به این مقوله توجه شود. متاسفانه گاهی آدم میبینه یک مسلمان در مسیر راه نیاز به قضای حاجت داره، در یک محیط خودشه در واقع مشکلشه حل میکنه که اصلا شایسته یک انسان نیست. در کشور اسلامی در مسیر راه زیر درخت در معبر عمومی، خب این اگر یک گزارشگر گزارش بکنه به دنیا چی میگن؟ آیا اسلام امینه؟ آیا دین امینه؟ حالا من روایات هم در بخش خانه و هم در بخش شخص مطرح میکنم. فرمود بئس العبد القازوره، بدترین بندگان خدا بنده های چرکین هم. بنده هایی که نظافت رعایت نمی کنن، بهداشت رعایت نمی کنن، شستشو ندارن. جالب است، روایت از پیامبر است، فرمود خداوند چرکین بودن را، خداوند چرکین بودن را دشمن می دارد. ان الله یبغض الوسخ والشعث، خداوند چرکین بودن و ژولیدگی را دشمن می دارد. حالا هر کی باشه، خود این بهداشتی، خود این آلودگی، خود این بی‌نظمی در شهر باشه، در سرک باشه، در اداره باشه، در خانه باشه، این مبغوض خداست. یک صحنه ای که بغض خداست، یک شخصی که بغض خدا را در زندگیش به نمایش گذاشته، از او انتظار نمیره که در جامعه مؤثر باشه، مفید باشه. بهداشت عمومی، نظافت عمومی شخصی و خانوادگی در کنار عقیده به خدا، در کنار اخلاق، از عوامل شکوفایی جامعه است. تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
زیاد این بحث دنبال نکنم، چون در خطبه دوم مطالب مهمتر داریم. فقط یک روایت از وجود نازنین رسول الله عرض بکنم. فرمودن حق لله، گاهی شنیده این حق الله، حق الناس. خب ما مخلوق خدا هستیم، پیامبر ما را خدا انتخاب کرده، قرآن را خدا در شب قدر به پیامبر نازل کرده، انا انزلناه فی لیلت القدر. عمر ما، حیات ما به دست خداست. پیامبر فرمودن حق خدا بر هر مسلمانی است، حق لله علی کل مسلمین. در این کشور الحمدلله همه مسلمانیم، یک درصدی کمی که یک درصد هم نمیشد، کمتر از درصد از هندوها در این کشور زندگی میکردن که حالا اونها هم مشکلات پیدا کردن، اما امروز الحمدلله همه امکانات، قدرت، حاکمیت در دست مسلمین و همه کسانی که در این کشور زندگی میکنن مسلمانن. پیغمبر فرمود حق خدا بر هر مسلمان این است که در هر هفته یک روز سر و بدنش را شستشو بدهد. نظافت وظیفه هر مسلمان است. عرض کردم مجبور شدم که خیلی به زبان همگانی صحبت کنم. پیامبر فرمود هیچ کس نباید شب با دست چرب بخوابد. لا یبیتن احدکم و یده غمره، نباید کسی شب با دست چرب بخوابد. اگر چنین کند، دستش با صابون نشسته، نظافت رعایت نکرده و آسیبی به او برسد، هیچ کس را ملامت نکنه، خودش فقط باید ملامت بکنه. روایت داریم از خواب که بلند شدی اول سه مرتبه دماغت با آب شستشو بده، استنشاق بکن، بعد کارهای بعدی را انجام بده. اذا استيقظ احدكم من نومه، کسی که از خوابش بیدار شد، فلا يدخل يده في الاناء، دستش به ظرف نزنه، حتی يغسلها ثلاثا، تا سه مرتبه دستش بشوره. میدونین بیشترین مریضی هایی که مردم گرفتارن از نشستن و از نظافت دست، چقدر این دست به سر و صورت و دهان و دماغ و بینی ما برخورد میکنن. گاهی در کنار جاده یک کسی میشینه، بی انصاف، وقتی تو اونجا را آلوده میکنی، این حرکت جوی، این بادها، این آلودگی را میبره داخل خانه. شما در کجای دنیا میبینین محل قضای حاجت مردم صحرا باشه؟ یعنی ما از اسلامی که پیامبر معرفی کرده، الاسلام یعلو ولا یعلا علی، فقط شعار بدیم ما مسلمانیم؟ فقط به گفتن تکبیر و لا اله الا الله دنیا را به اسلام دعوت کنیم؟ همه چیز باید در جامعه اسلامی مد نظر گرفت. زندگی پیامبر رو باید در تمام ابعادش مطالعه کرد. فرمود که ناخنهاتم رو بگیرید، قصوا اظافرکم. فرمود در یک جایی دفن کنین، وطفنو، بندها و مفاصل انگشتان دست و پاهاتان را. میدونین یکی از جایی که خیلی زود
نیازی به شستن پیدا میکنه، داخل انگشتای دست و پا است، چون یکی از جاهایی است که زود آلوده میشه. حضرت فرمود اینجا را پاک کنین، لثه‌هاتان را نظافت کنین. خب غذا میخوریم، بعد آثار غذا میمانه، گوشتی، میوهی، خلاصه سبزی. خب ما انسانیم، نیاز به غذا داریم. فرمود مسواک بزنید. حضرت فرمود با سیمای متکبرانه و بوی بد دهان بر من وارد نشوید. حالا حساب کنین، ما در نمازمان به پیامبر بزرگوار اسلام سلام بدیم، السلام علیک ایها النبی، با چی لباسی؟ با چی دهانی؟ با چی دست و پایی؟ خیلی روایت داریم، فرصت نیست و الا باید اینا را عرض کنم، مجبورن در خطبه های بعدی اینها را عرض میکنم. پس اسلام تمام آموزه هایش را در سه بخش به بشریت ارائه کرده، اعتقادات، اخلاق، اینا باشه. یک بخشش مسائل احکام است که یکی از بخشای احکام بخش نظافت است، لذا پیامبر فرمودن النظافت من الایمان، نظافت جزء ایمان است. امیدوارم که شاهد یک محیط پاک، شاهد یک زندگی پاک، یک ظاهر پاک، یک باطن و اخلاق و اعتقادات پاک در سراسر جامعه اسلامی و جامعه افغانستانی باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را و رعایت تقوا و پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه که در روایات به حج فقرا معرفی شده و با کلمه و عبارت فسعو یعنی تلاش کنید برای رسیدن در این مراسم در سوره مبارکه جمعه معرفی شده، وظایف و رسالت سنگینی را در قبال این جایگاه ارزشمند و خطیر داراست. یکی از وظایف این جایگاه و مسئولیت کلان و ارزشمند این جایگاه این است که مطالب را که برای رشد جامعه، تعالی جامعه، پیشرفت جامعه و مردم لازم است در این مراسم به مردم برساند و مردم را آگاه و بیدار و هوشیار کند. یکی از موضوعات که
در این ایام با او روبرو هستیم، مسئله نشست بزرگ علما و روحانیت و متنفذین قومی فعالان اجتماعی در شهر قندهار است. همون گونه که می دانین دومین نشست بزرگ علما از ولایات مختلف بعد از به روی کار آمدن و پیروزی امارت اسلامی در قندهار برگزار می شود شده، یعنی دیروز اولین نشست بزرگ بیش از 3000 عالم و دانشمند و متنفذ در کابل برگزار شد و این دومین نشست است که علما در قندهار دارند. اگرچه در این نشست آژندا و موضوع خاص قبل از قبل اعلام نشده، منتها یقینا این نشست ها آثاری دارد، برکاتی دارد و اهداف را دنبال می کند. من به عنوان یک روحانی مسئول آگاهی و بیداری مردم و جامعه اسلامی از نشست علما استقبال می کنم. پیامبر بزرگوار اسلام فرمود اعز الاسلام، اسلام را عزت ببخشین. سوال کردن چگونه؟ فرمود بالحضور عند العلماء، با حاضر شدن در محضر علما، نماز جمعه، عزاداری امام حسین علیه السلام که ما شاهدش بودیم، تجلیل از مناسبت های مذهبی، اینها عزت اسلام را به نمایش می‌گذارد. اما باید در این مجالس موضوعات مهم در این نشست ها مطرح شود و گفتگو شود. من به سهم خودم به مناسبت این نشست و در این حال سالگرد پیروزی امارت اسلامی یا حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان که یک سال گذشت مطالب را مطرح میکنم. دو سه تا نکته را که هر دو مناسبت را بتوانم در واقع یاد کرده باشم و تکریم کرده باشم. یکی از نکات را که عرض میکنم در زندگی فردی یعنی شخصی و همینطور در زندگی اجتماعی اگر بعضی چیزها را انسان رعایت نکند یقیناً به مشکل برمیخوره، گرفتار آسیب میشه، گرفتار ضیق و تنگنا میشه. کسی که در زندگی شخصی دستورات خدا را رعایت نکنه، عقیده درست نداشته باشه، اخلاق درست نداشته باشه، وظایف شخصیش درست انجام ندهد، یکی از آثارش این است که در زندگی شخصی نابسامانی سراغ او می آید، اندیشش متشتت می شود، در واقع آرامش شب و روز از او گرفته می شود. شما یک انسان ظالم، یک انسان بد اخلاق رو تصور کنیم، همه از کنار او می رود، آخر گرفتار وحشت و تنهایی می شود. در حیات اجتماعی هم همینطوری است. اگر جامعه حقوق همدیگر را در نظر نگیره، عدالت را معیار حرکت اجتماعی قرار ندهد، تعالیم الهی را در نظر نگیرد، اینطوری نیست که بگیم آقا حالا بلا سراغ یک عده می آید. من یک فرمول قرآنی را عرض می کنم، هم در نشست بزرگ لازم است از این استفاده شود و بهره گرفته شود و هم در روابط شخصی و جزئی. خدا در سوره مبارکه انفال آیه
25 میفرماید واتقوا فتنتن، پرهیز کنین از فتنه. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، اگر عدالت در جامعه رعایت نشد اینطوری نیست که فقط به خود ظالم اثر بی عدالتی برسه. واتقوا فتنتن، ظلم یک فتنه است که مخصوص ظالم نمیمانه، دامن دیگران هم میگیره. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، ما باید شهر را به سمت عدالت حرکت بدیم، کشور را به سمت عدالت حرکت بدیم، جامعه را به سمت عدالت حرکت بدیم. و الا نمیتونیم بگیم آقا یک آقای ظلم کرده، یک حاکم ظلم کرده، دیگرا ساکت بمانند. یقینا برای آبادی کشور عدالت همگانی لازم است، از رأس تا آخر، از فرمانده تا یک عسکر و نظامی و پیره‌دار، همه باید در پروسه عدالت سهم بگیرن، و الا کشور آباد نمیشه، جامعه عزیز نمیشه، اقتدار ملی به وجود نمیآید. امیدواریم که در این نشست ها یک از این فرمول های غیر قابل نقص استفاده شود. دومین تذکر که لازم میدانم مطرح کنم، پرهیز، اجتناب از خوی استکبار. در وجود هر انسانی صفات حسنه زمینه دارد، کما این که صفات پلید و خبیثه هم زمینه دارد. یکی از مزمنترین بیماری های اجتماعی اخلاقی که ریشه در جهل و غفلت و در نادانی دارد این است که انسان خودش را بزرگ از دیگران بداند و خودش را برتر از دیگران بداند، که این صفت و این رذیله و پلیده اخلاقی باعث طغیان افراد می شود و نابسامانی اجتماعی را به پی دارد. لذا پیامبر فرمود اصول الکفر ثلاثه، ریشه های کفر سه چیز است. یکیش حرص، هی دنبال خلاصه جمع کردن باشیم، همه چیز برای خودمان بخواهیم. دو، حسادت، نتوانیم نعمت دیگران را ببینیم. از همه مهمتر و الاستکبار، انسان خودش را برتر بداند، بالاتر بداند، تافته جدا بافته بداند. چقدر قرآن زیبا این برنامه را بررسی می کند. ولا تمش فی الارض مرها، در روی زمین با نخوت گام برمدار. جامعه اسلامی غیر اسلامی، ولا تمش، مش یعنی را رفتن، ولا تمشه فی الارض مرها، در زمین با خودخواهی با نخوت گام برمدار. کنایه از این که در حکومت، در اداره، در دانشگاه، در حوزه، در روابط اجتماعی بسیار عاقلانه حرکت کن، با نخوت حرکت نکن. ولا تمشه فی الارض مرها، چرا؟ انک لن تخرق الارض، تو نمیتوانی زمین را بشکافی، زمین را نمیتوانی پاره کنی. ولن تبلغ الجبال طولا، در بلندا و در ارتفاع هم از کوها بلندتر نیستی. تو یک انسانی، در هر وضعیت هستی با جامعه باش، با مردم باش، منافع مردم را دنبال کن تا ماندگار شوی، تا منشأ اثر باشی. یکی از برکات جلسات
بزرگ و غیر بزرگ همین است که مسائل اجتماعی در این قالب و در این بیان با ایده ها و انگیزه های مختلف مطرح شود. موضوع دوم، ما طرفدار ایجاد رابطه با دنیا، با همسایه ها و با بیرون از افغانستانیم و نیاز شدید به این رابطه داریم. بعد از گذشت یک سال و اندی انشاءالله تلاش ها صورت بگیره، برنامه ریزی ها صورت بگیره، بعضی از پروسه ها فعال شود تا روابط کشور با بیرون فراهم شود. ما در یک محیط بزرگ، در یک کشوری که بیش از 30 میلیون جمعیت داره زندگی میکنه، در این وضعیت قرار داریم. بیرون شدن از این وضعیت یکی از اهداف است. از اینی که بعضی از کشورها اعلان رابطه کردن و مسئله رابطه با افغانستان مطرح کردن، ما به عنوان یک افغانستانی و ناظر بر اوضاع کشور از این حرکت استقبال میکنیم. امارت اسلامی را در سالگرد فتح شام بیش از پیش تذکر میدهیم و یاری میکنیم که زمینه روابط بین کشورها را بیش از پیش فراهم بکنه و زمینه و بهانه ای را که دشمنان ما برای در تنگنا قرار دادن ما، در تحریم قرار دادن ما اینها مطرح کردن، این زمینه ها را از اونها بگیرن. اینی که سفیر چین از رابطه با افغانستان حرف زده، این را باید به فال نیک گرفت. یقینا باید اهرم های فشار را پیدا کنیم تا ثروت ما، اقتصاد ما به دست دشمنان ما نباشد. مسائل آموزش، مخصوصا آموزش زنان و مخصوصا دختران را باید فراهم کنیم و آماده کنیم. مسائل اسلامی را 100% باید رعایت کنیم تا انشالله وضعیت کشور به سمت بهبود و گشایش و انشالله روابط بین الملل حرکت بکند. بیش از این دیگه در بخش مسائل اجتماعی نپیچم. روزهایی است که اهل بیت از کوفه به سمت شام حرکت میکنن. یک بخشی از خطبه را اختصاص بدهم به این بخش و به این موضوع که از موضوعات مهم است. میدانین روز عاشورا امام حسین علیه السلام با یارانش به شهادت رسید. روز 12 محرم اهل بیت را به کوفه وارد کردن. در خطبه جمعه گذشته، خطبه دوم، بخشی از حوادث مطرح کردم. صحبت های حضرت زینب سلام الله علیها را در شهر کوفه، مخصوصا در حضور عبیدالله زیاد. امروز 2-3 نکته در ارتباط با این اسارت و این رشادت عرض کنم. 12 روز طبق نقل تاریخ اهل بیت در زندان کوفه بوده و سرهای شهدا در بیرون از زندان. خیلی دردناک است برخورد کسانی که خودشان را مسلمان می دانستند با اهل بیت پیامبر. یکی از مهمترین بخشای عزای امام حسین سر بریده ابی عبدالله. شما شنیده این اولین سری را که از بدن جدا کردن و فرستادن سر آقا امام حسین بود، یعنی آقا آخرین شهید است، اما سر آقا را اولین سری است که به سمت کوفه فرستادن. شب 11 سر ابی عبدالله علیه السلام در خانه خولی بود. دومین جایی که سر امام حسین آوردن، هفته گذشته عرض کردم، در کوفه در مجلس عبیدالله زیاد
در دارالاماره، یعنی در مرکز حکومت بود. سومین جایی که سر حضرت را قرار دادن در کوفه بر درخت آویزان کردن، سری که پیامبر زبانش را بالای لبهای این سر میگذاشت و میبوسید در کوفه، در جامعه اسلامی ایره به درخت آویزان کردن. در مجلس عبیدالله زیاد وقتی عبیدالله با چوب به لب و دندان ابی عبدالله زد، یکی از اصحاب رسول الله به نام زید بن ارقم صدا زد عبیدالله چوب بردار، ارفع قضیبک، اینی رأیت رسول الله، من خودم دیدم پیغمبر لبهاش گذاشته بود به همین جایی که تو داری با چوب میزنی. همسر حضرت امام حسین رباب مادر علی اصغر این صحنه را تعمل نکرد، حرکت کرد سری بریده را به آغوش گرفت. یکی از جاهایی که این سر قرار گرفت در مسیر کوفه و شام، در دیر راهب، یک راهب مسیحی وقتی با این سر برخورد کرد، داستانش باید مطالعه کنین، اونجا مسلمان شد. من همه اینها را نمیتوانم بگویم. یکی از جاهایی که این سر قرار گرفت در تشت طلا در جلب یزید قرار داده شد. حدود یک هفته بیشتر طول کشید تا اسرا از کوفه رسیدن به شام. 29 سفر میرسن به شام، روزای هست که اهل بیت از کوفه حرکت دادن تا برسن به شام. کسانی که رفتن شام در کشور سوریه است، کوفه در کشور عراق است. من یک سفر از سوریه زمینی تا کربلا آمدم با وسیله نقلیه با موتر لوکس حدوداً 24 ساعت طول کشید. شما حساب کنید با اسب و با خلاصه شتر اهل بیت چقدر زجر کشیدن تا سر آروی نیزه از کوفه به شام رسیدن. سر ابی عبدالله را یزید گذاشته جلب صورت خودش در تشت طلا، هی داره با چوب به لب و دندان آقا میزنه، اطفالم نشستم، زینبم صحنه را تماشا میکنن. بی بی فرمود به این لب و دندان چوب نزن، این لب و این دندان و این سر از سرها و از لبهایی است که شبهای طولانی عبادت خدا کرده، قرآن تلاوت کرده. حادثه عاشورا و محرم با شهادت امام حسین علیه السلام ختم نمی شود. این مکتب برای بیداری جهان باید بیش از پیش مورد مطالعه و دقت و بررسی قرار بگیرد. من فقط یک مطلب و یک مناسبت را عرض بکنم و خطبه دومم به پایان برسانم. روز 20 محرم که امروز 22 محرم است، روز دفن بدن جون در کربلا است. یکی از شهدای کربلا شخصی است به نام جون که این غلام آزاد شده ابوذر است. کتابی به نام ابصار العین فی انصار الحسین، زندگی یاران امام حسین علیه السلام نوشته. در اونجا شما شخصیت جناب جون این شهید والا مقام را می توانید مطالعه کنین. همه شهدا را بن اسد در روز سوم شهادت دفن کردن، حتی بدن آقای امام حسین، حضرت سجاد آمد، قمر بن هاشم. تنها بدنی که شناسایی نشد حکمت داشت. حالا چی دلیلی داشت؟ که یقینا یکی از دلایلش همین عظمت است. حدودا 10 روز بعد شناسایی شد بدن جون است. خوب است جون بشناسین. امیرالمومنین یک غلام سیاهی را خرید به نام جون، 150 دینار، به جناب ابوذر صحابی بزرگ پیغمبر هدیه کرد. ابوذر که پیغمبر فرمود زیر آسمان سبز
روی زمین گردآلود از ابوذر صریح اللهجه‌تر دیده نشد. وقتی ابوذر به ربذه رفت، جناب جون، این غلام همراه ابوذر بود، حجاج عزیزی که از مکه برمیگردن، قبر جناب ابوذر در ربذه است. بعد از وفات ابوذر این غلام برگشت مدینه، همراه امیرالمومنین بود. بعد از شهادت حضرت علی در سال 40، این غلام در خانه امام حسن مجتبی زندگی میکرد حدود 10 سال. بعد از شهادت امام مجتبی در سال 50، این غلام در خانه امام حسین زندگی میکرد. تاریخ مینویسه حدودا 90 ساله بود. وقتی آقا آمد کربلا، یعنی از مدینه حرکت کرد، آمد مکه و از مکه آمد به سمت کوفه و در نتیجه آمد کربلا، غلام هم همراه خانواده امام حسین آمد کربلا. خب پیرمردی بود 90 ساله، خیلی رابطه خوبی با اهل بیت داشت، با اطفال داشت، تربیت شده ابوذر و علی و حسن و حسین علیهم السلام. روز عاشورا میگن سیاه‌پوست بوده، صورتش مثل مسلمان هایی که در آفریقا زندگی میکنن کاملا سیاه بود. آمد خدمت آقای امام حسین، گفت آقا جان اجازه بده من هم برم میدان. حضرت فرمود که اینا به تو کار ندارن، تو همراه ما بودی، خیلی به ما زحمت کشیدی، لازم نیست خودت به خطر بیندازی. خیلی اصرار کرد، حضرت اجازه نداد. یه جمله این گفت آقا، گفت میدونم آخه من حسبی ندارم، یعنی خلاصه خانواده مشخصی ندارم. گفت من صورتم هم میبینید خیلی سیاه است، گفت خون من کثیفه، آقا جان مرا از خودت جدا نکن، مرا محروم نکن. خیلی اصرار کرد، حضرت مجبور شد اجازه بده. فقط یه جمله عرض میکنم، وقتی اجازه داد 3 دعا کرد حضرت، فرمود اللهم بیز وجهه، خدایا صورت این غلام را سفید بکن، و طیب ریحه، بوی بدنش را خوش قرار بده، و احشره مع محمد و آل محمد. خدایا این را با پیامبر و آل پیامبر محشور بکن. خلاصه اجازه گرفت، آمد پشت خیمه با بچه های کوچیک خداحافظی کرد. شنیدین رفت و خلاصه به شهادت رسید. 2-3 نفر امام حسین صورت به صورتشان گذاشته، یکی حضرت علی اکبر، یکی امین غلام سیاه. لحظات آخرش بود، آقا آمد صورت به صورتش گذاشت. تنها بدنی که عرض کردم خلاصه دفن نشده بود، روز 3 شهادت، روز 12 همین بدن بود. روز 20 بنی اسد این بدن شناسایی کردن. یعنی مثلا اگر از نظر امروز بخوایم، امروز 22 دیروز نی، روز قبل، روز چهارشنبه که 20 محرم بود، در اون سال 61 روز 20 محرم این بدن شناسایی کردن. رفتن دیدن صورت این غلام سیاه چنان دیدن مثل نور خورشید. دعای امام حسین علیه السلام، سعی و تلاش خودش، دیدم این بدن چنان معطر است مثل بدنهای شهدای کربلا، عطر مخصوص داره. این بدن را بنی اسد مثل بدنهای شهدا آوردن دفن کردن، و یقینا دعای 3 حضرت که فرموده بود خدایا ای را با پیامبر و آل پیامبر محشور بگردان، در عالم قیامت و در عالم آخرت یقینا به این باور هستیم، به این جایگاه رسیده. خدایا همه ما را در مسیر قرآن و پیامبر بیش از پیش یاری بفرما، امنیت کشور ما، ملت ما، مردم ما، حکومت ما کامل تأمین بفرما، ما را در محور قرآن و اهل بیت بیش از پیش به هم دیگر نزدیک و مهربان بگردان،
توطئه ها، دشمنی ها، خدایا تلاش های دشمنان ما را که برای ایجاد تفرقه و دشمنی و عداوت در جامعه ما تلاش میکنن، همه را خدایا نابود و ریشکن بگردان. تلاش های اصلاحی، برادری، امنیتی خدایا به عزت و توفیقاتشان بیفزا. فرج مولای ما و آقای ما صاحب الزمان معجل فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. صلى الله عليه وسلم.